ادامه هنخای کیبود آبایم از یعقوت یوسف میخونیم. یعقوت یوسف فصل 240. یعقوت یوسف میان خیلی موارد اضافه میکنن که ماران به اون اشاره نکرده بودن. یعنی میان با جزئیات بیشتر بعد از ریشونیم دیگه، اخرونیم دیگه، به نحو احسن از زهر قدوش، از خیلی جای مختلف میان و جزئیات کیبود آبایم رو برامون توضیح میدن که به ذات هشم به اونا اشاره میکنیم. پس یعقوت یوسف فصل 240 طایف آلف. نعمر به تورا گفته شده در تورا کبد ات آویخا و ات ایمهخا، احترام پدر و مادر. هاخام نتاره مهیلا یه لحظه برشت من این که از عزیزان رد کنم پیام دادن باز کردم. بله، نعمر و تورا گفته شده در تورا کبد آویخا و ات ایمهخا، احترام بذار پدرت را و مادرت را. اون میسوای امر توراست که آدم احترام بذاره به پدر و مادرش و لازمه که مواظب باشه خیلی زیاد در احترام پدر و مادرش و ترس از اونها، به خاطر اینکه برابر قرار داده اونها تقدش باروخو مثل احترام شیبت. یعنی همون احترامی که خداوند برای خودش قائل شده همون احترام رو برای پدر و مادر ما رو خیاب کرده بذاریم. برای همون احترامی که ما برای خدا میذاریم به همون اندازه باید برای پدر و مادر بذاریم. و خخامی میگن که شلوشاش رو تقیم یه نفره که شریک هستن در به دنیا آمدن آدم، حقادش باروخو پدر و مادر، که حالا اینا تو گمارای نیدا توضیح میده. در گمارای نیدا میگه معمولا چیزایی که قرمز از مادر آدم به ارث میبره، خب چیزایی که قرمز از مادر به ارث میبره مثل چی؟ مثل مثلا گوشت، خون و مو، اینا را همه را آدم معمولا از مادرش به ارث میبره. خب چیزایی که سفیده، خب سفیدا را از پدر به ارث میبره، مثل مثلا دندان، سفیدی چشم، استخون، اینا را معمولا آدم از پدر ارث میبره. و از هشم چی؟ خدا چی به آدم میده؟ حقادش باروخو نشما و قدرت تکلم و قدرت این که آدم بتونه فکر بکنه، اینا را خدا به آدم میده. و این که آدم بشنوه، صحبت کنه، بینایی، چشایی، اینا همه را خدا بهمون میده. پس سه نفرن که تو آفرینش آدم شریکن. پس همونقدر که آدم موظف خدا را احترام بذاره همونقدر باید پدر و مادرش را احترام بذاره. عمر حقادش باروخو فصل 240 یعقوت یوسف را میخونیم صحیفه آله. میگه حقادش باروخو معلی عنی علیهم، من حساب میکنم بر شما مثل اینکه ساکن شدم بین شما و شما من را احترام گذاشتید. یعنی حقادش باروخو میگه اگه اومدی به پدر و مادرت احترام گذاشتی من میام ساکن میشم بین تو و مثل اینه که من را احترام گذاشتی. بنابراین خیوب بزرگیه بر هر فرد اسرائیلی که زمانی یا تعیین بده برای اینکه یاد بگیره، برای اینکه حلاخای کیبود آبای ما ماهر باشه تو اونها، خوب بلد باشه، به خاطر اینکه خمرای این میسوا، یعنی سنگین بودن این میسوا که آدم خیلی باید در این مورد توجه بکنه. مخصوصا بچه ها را باید این میسوه ها را خوب بهشون یاد داد که به نحو احسن انجام بدن. خب بعد خب میریم سایف بیت. این گبول هیچ مرزی نیست برای احترام به پدر و مادر، که این میسوهای عزیزیه، هر کس که بیشتر احترام بذاره والدینشا هر از مشوباخ مورد تحسینه، و کسی که نگه میداره میسوهای کیبود آوائم را مزکی میشه به طول عمر، هم در این دنیا و هم در عالم حبا. لعوشه به ثروت، موفقیت به خود ایمیانا در تمام امور زندگیش، و مزکی میشه که فرزندانش، پسرانش، دخترانش اونا رو احترامش بذارن و به یه رومی منو و بترسن از اون حتی در زمان پیریش. و کسی که این میسوارا در سرزمین مقدس اجرا میکنه مزدش بیشتر از کسیه که اجرا میکنه در خوستواره. ببینید خیلی میسواها هست که اگه آدم در
سرزمین مقدس انجام بده درجه بالاتری داره. مثلا آموزش تورا، آموزش تورا اگه در سرزمین مقدس باشه هم مدرگای بالاتری داره، هم آدم بهتر یاد میگیره. اینه که تو گمارا میگه ابیراشن ارس اسرائیل مخکیما، یعنی فضایی که همین که آدم نفس بکشه تو سرزمین مقدس باعث میشه که آدم عاقل‌تر بکنه. یا طبق خزانیش کسی که مثلا لیمود داره، آموزش تورا داره تو شبات و اگه تو یروشلیم هم باشه هر یک ساعتش برابر با یک سال، که بعضی هم میگن اگه تو یروشلیم باشه 100 سال حساب میشه. پس بنابراین خیلی میسواه است که آدم اگه تو سرزمین مقدس انجام بده میسواهش چند برابر میشه. از جمله کی بود؟ آباهم. میسواه کی بود؟ آباهم هم سرزمین مقدس بالاتره. خب صحیفه گیمل، نعمر به زهر اقدوش گفته شده در زهر اقدوش لازمه که هر آدمی بکارونه در قلبش که دوست داشته باشه والدینش هم مثل خودش. ببینید نمیگه بیشتر از خودش، چون غیر ممکنه که آدم کسی که بیشتر خودش دوست داشته باشه، ولی واقعا خب بعضی حالت ها هست که آدم حتی بیشتر خودش دوست داره. ولی خیوبی که تو را بر عهده ما گذاشته اینه که به اندازه خودمون دوستشون داشته باشیم، چون خیلی ها مثلا نمیتونستن بیشتر خودشون دوست داشته باشن. خیوبی که تو را گذاشته به اندازه خود آدم باید والدینش همونقدر که خودش را دوست داره والدینش هم دوست داشته باشه. برترام بذاره به اونها از روی حقارا و حرافان از و معلات و با اون بزرگی و اون گرانقدری که اونها دارن از جنبه درجهی بالایی که تو وجود اونهاست. و هنگامی که والدینش اونا میفرستن که یه مأموریت یا انجام بده، با چابکی و شادی اونا انجام بده. براوی شهیه نیکار و شایسته است که مشخص باشه که داره میسوای کی بود آبای ما انجام میده. یعنی مثلا اگه میخواد بره یه کاری انجام بده، خودش هم میخواست انجام بده، بعد پدر و مادر هم بهش میگن انجام بده، جوری انجام بده که چون پدر و مادر گفتن داره میره انجام میده، که میسوای کی بود آبای ما اینجوری اجرا بکنه. خیلی قشنگ بود. اوکی. بعد بله ایسابل لاداب و آدم دستور بده به بچه هاش که یه قبل به نوع تورا که احترام بذارن، قبول بکنن با خوشرویی والدین خودشان و والدین همسرشان با خوشرویی و شادی. یعنی حتی بچه ها هم باید تربیت بکنن که پدر بزرگا و مادر بزرگا را احترام بذارن. بخشم همونطور که مزد این میسوا خیلی بالاست، جریمش هم خیلی سنگینه. ببینید ما همیشه این قانونی داریم دیگه، هر چقدر مزد یه میسوایی بالاتر باشه اگه یکی برخلاف اون انجام بده خب واضحه که گناهش هم سنگین تره. همونقدر که پس احترام به والدین میسوای بالایی و مهمه، همونقدر اگه یکی این میسوا رو انجام نده گناه سنگینی داره. مثلا بازم آموزش تورا، آموزش تورا هم بزرگترین میسواهی که آدم میتونه انجام بده. پس برعکسش کسی هم که بیتون تورا بکنه، وقت داره تورا بخونه ولی به وطانت وقتشا بگذرونه، اونم بدترین گناهی که میتونه آدم انجام بده. بله خب بریم ادامه. و همسائر گیمل. ببینید فصل 240 صحیفه گیمل هم میکنیم، آخرهای گیمل. و همسائر و کسی که رنج میده پدر و مادرش ها باعث میشه که دور بشه شخینا و گزرای بد خسفشون برمون بیاد. به لغه به ایسوریم و خدا ایسوریم برش میاره دور از جون. پس چه گناه سنگینیه کسی که باعث ناراحتی که پدر و مادر بشه، اولا شخینا دور میشه، گزرای بد دور از جون میاد و ایسوریم برمون شخص میاد. به عرف این تسخق رو حتی اگه الان زمان به نفعش باشه، مثلا الان همه چی بر مرادشه تو این دنیا، ولی مطمئن باشه که بازخواست میکنن از اون لعلام حبا، در لعلام حبا. پس میسوا شوخی بردانی، حتی اگر الانم طرف خوششه اگه بیاد و بی حرمتی بکنه دورجون تو لعلام حبا میان یقشا میگیرن. خب دالت میشن لو آب و ام. خب حالا فرض کنید دورجون یکی پدر و مادر نداره، چجوری این میسوا رو میتونه انجام بده؟ میشه نو آب وایم، کسی که پدر و مادر نداره اجرا کنه میسوای کی بودا به من شمخبدام لآخر متا.
احترامشون بذاره حتی بعد از فوت شدنشون. خب یعنی وقتی میخواد اسمشون رو بگه خب با احترام بگه و به این شکل یاد به خیلیشون رو که میکنه با احترام بگه اسمشون رو. خب این هم یه نوع احترامی که بعد از فوت شدن گذاشته میشه. و یه شکل دیگه که آدم میتونه بیاد این میسوار انجام بده بعد از اینکه مثلا بعد 120 سال پدر و مادر از دنیا رفتن، خوبه که احترام بذاره زقنیم افراد پیر و تلمید خخامیم یا برادر بزرگترش ها. مثلا هر کسی که پدر و مادرش بعد 120 سال از دنیا رفتن میتونه این میسوار با احترام گذاشتن به افراد پیر دیگه یا تلمید خخامیم یا برادر بزرگترش این میسوار رو انجام بده که اینیان شها یا لو همونطور که پدر و مادرش رو احترام میذاشته و همچنین احترام بذاره شبات را با لباس تمیز و همچنین یه اسه سفاری میافیم درست بکنه کتابای زیبا با تیغون خوب و همچنین احترام بذاره رامهاشا و به طرز از اونها با از خخامیم مثل همونطور که احترام به هم میذاشت و ترس داشت از پدر و مادر و همچنین احترام بذاره بزرگترها را و از اونها بترسه و حساب میکنه تورا بر اونها مثل اینکه احترام پدر و مادر رو گذاشته بیشتر دل. پس کسی که بعد 120 سال والدینش از دنیا رفتن وقتی بزرگتر را احترام بذاره به این شکل میسواره انجام بده بیشتر دل و تلاش بکنه لحقی است که بیاد و نصیحت بکنه به افراد دیگه که پدر و مادر دارن و احترام نمیذارن بیاد اونا را تشویق کنه که احترام بذارن. پس کسی که نمیتونه این میسوار انجام بده به خاطر اینکه بعد 120 سال از دنیا رفتن بیاد بقیه را تشویق کنه که اونا احترام بذارن به والدینشون و مثل اینه که اینا هم این میسوار را انجام بده. خب صحیفه ه کل دینه کی بود آبایم تمام قوانین احترام به والدین چه در مورد زن چه در مورد مرد اینا همه با همدیگه برابره و هیچ فرقی نداره در مورد پدر یا مادر و هر جایی که نوشته پدر همون قانون در مورد مادره و همینطور برعکس. ببینید یعنی خیلی جاها تو حلافا نوشته پدر ولی فرقی نمی کنه چه پدر چه مادر همه یکیه. اینک آب وانم پدر و مادر احترام و ترسشون با همدیگه یکیه. همونقدر که باید احترام بذاریم به پدر به مادرم باید بذاریم، همونطور که باید از پدر بترسیم همون ترس هم باید از مادر داشته باشیم. اینا از کجا یاد میگیریم؟ از اونجایی که تو تورا در مورد احترام به والدین یه کبد ات آویخا به ات این میخا احترام بذار به پدر و مادرت. بعد در مورد ترس از پدر و مادر میگه ات این میخا و ات آویخا تیرا از مادر و پدرت بترس. برای احترام اول پدر رو میگه بعد مادر، برای ترس اول مادر رو میگه بعد پدر. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا بچه ها احترام مامان رو بیشتر میذارن چون با مامان خودمونی ترن. با به خاطر اینکه تو رو اول میگه کبتت آویخا احترام بذار بابا دار، همونقدر که مامان دار احترام میذاری بابا دار باید احترام بذاری، پس اول بابا رو میگه. در مورد ترس آدم از بابای بیشتر میترسه، خب از باباش بیشتر میترسه، به خاطر این در مورد ترس اول مادر رو میگه بعد بابا. میگه همونقدر که از بابات میترسی بعد از مادرت هم بترسی. خب میریم صحیف واب یعقوب یوسف فصل 240 صحیف بابا میخونیم. اپل پی با وجود این که میسوای کیبود آوانه میسوای عزیزیه که لازم آدم خیلی در این مورد مواظب باشه، با مقام از انجهت به دین نمیان مجبور بکنن به خاطر این میسوا، به خاطر این که هر میسوایی که مزدش کنارش گفته شده به دین نمیان اونا مجبورش بکنن و بعضی ها میکنن از هر جهت این بتدین اگه به دین میخوان که بیان و اونا مجبورش کنن اجازه تو دستشونه، فقط مواظب باشن که اونا مجبورش بکنن کار انجام بده و یه شمرین. و بعضی ها میگن که به دین نمیتونه مجبور بکنه برای احترام به والده، بلکه باید با فکر و بلکه باید با تکرار صحبت یاد و اونا راضی بکنه که به پدر مادرش احترام بذاره. ببینید یه اصل کلی، هر میسوایی که تو تورا مزدش کنارش گفته شده به دین نمیتونه بیاد، واجب نی به دین بیاد مردم زور بکنه که این کار انجام بده، ولی اگه صلاح دید بدونن میتونن.
بنابراین نمعصه اگه بدین صلاح دید که مثلا یه فرزندیه که محل پدر و مادره نمیذاره و اینا، اگه بدین صلاح دونستن میتونن دستور بدن شلاقش بزنن که طرف بره احترام والدینش رو بذاره. ولی بعضی هم میگن نه، اجازه نداره بدین، بلکه با صحبت طرف رو راضی بکنه. خب این صحیفه زین اومیکن ماقوم صحیفه زین از هر جهت بنشمه و زت آبی بیت ایمو، کسی که خاری وارد میکنه به پدر و مادرش بهش ناهم قانون میکاخ و اونا خجالت میکشند و خاریه براشون میسواس بر بدین که بیان اونا تنبیهش کنن و مجبورش کنن که دیگه این کار انجام نده. پس بدین اگه میبینن واقعا داره بچه بی احترام میکنه و خاری وارد میکنه، بدین حتی امروزه میتونن جریمش کنن، بیان طرف اجبار براش بیارن یا حتی شلاقش بزنن که بیاد کار درستی انجام بده، بیاد دیگه از کار اشتباهش برگرده. صحیفه خط با وجود این که علی خب لازم این خطا بخونیم، میریم خط ایم ها آم لاغت هر و آب بریبیت. اگه باباه، خب ببینید یه اصل کلی، اگه یه شخصی بدهکار باشه خب و از دنیا بره، بچه ها میان خب بدهیه رو میدن، اگه قشنگ اون طلبکار بیاد سند بیاره آقا این باباتون اینقدر بدهکار بوده، خب میدن از مال بابای. حالا فرض کنید یه بابایی اومده و ریبیت گرفته، نزول گرفته، خب یه بابایی نزول گرفته و دونجون از دنیا رفته، آیا الان بچه ها موظفن که بیان و این نزولی که بابای گرفته بچه ها بدن؟ حالا اینو ببینید، این ها لاغت، پس اگه بابای نزول گرفته چلا به در خطر نه به شکل مجاز، بچه ها لازم نیست که بیان ریبیته را بدن، نزول را بدن. و همچنین هینی اخلاهم اوی هم، اگه بابای گذاشته برای بچه هاش ارث از پول نزول، با وجود این که اینا میدونن که این پول نزوله خیاب نیستن که برگردونن. خب ببینید پول نزول ها باید برگردون، مثلا اگه یکی اشتباه کرد نزول گرفت حتما باید اون مقدار پول نزولی که گرفته پس بده. ولی حالا اگه این مقدار نزولی که بابای داده بوده نزول اومد گرفت، رسید این سود پول را که گرفته رسید به بچه ها، بچه ها موظف نیستن که این سود نزول را پس بدن. اول ببینید پول را واجب نیستن، اما فرض کنید اگه به جا نزول پولی اومده مثلا یه گاو گرفته یا تلیت یا یه پارچه‌ای گرفته، مثلا بابای پول داده به یه شخصی با بعد طرف پوله را به بابای برگردونده و یه گاو هم کادو داده رو اون پولا، خب اینم نزوله دیگه، نزول فرقی نمیکنه که چه چیزی بده چه پول، هر چیزی که اضافه بر اون پولی که یکی قرض گرفته بیاد بده این نزوله. خب اگه پس یه گاوی یا مثلا یه پارچه‌ای داده به بابای، خب به قول داغار همه سویام یا هر چیزی که مشخصه و تشوبا کرده و فرصت نکرد که بیاد اونا برگردونه تا قبل اینکه فوت کنه، خیابن که بچه ها اونا برگردونن به خاطر کابود بابانه، چون که اون یه چیز مشخصیه و معلومه که از ایسور ریبیت اومده. یعنی آقا این گاوه معلومه که این گاوه از ریبیته، مشخصه، پول نیست که مشخص نباشه، خیابن که برگردونه که به این شکل ذکر نشه باباشون به بعدی. پس اگه پول نزول به فرزندان رسیده، خب فرزندان اگه پول موظف نیستن برگردونن، ولی بازم میداد خسته دودی که برگردونن. ولی اگه پول نیست، یه چیز مشخصیه، دار یا دوبر، مثلا یه گاویه، یه پارچه‌ایه، هر چیزی، یه ماشینه، یه موتوره، باید اینا خیابن بچه‌ها برگردونن به خاطر کابود باباشون، که اینجوری حرف بد و خاری و خفت پشت باباه نباشه. خب تو پرانتز میگم اینا، ببینید نزول یکی از بدترین گناهاییه که یه فرد میتونه تو عمرش انجام بده. تو گمارا بابا مسیا مینویسه که کسی که نزول میده یا میگیره، خب و میان مثلا یه قلم و کاغذ میارن بنویسن و دو تا شاهد هم میان امضا میکنن، تو گمارا نوشته چه کسی که داره نزول میگیره، کسی که داره نزول میده، کسی که داره امضا میکنه، کسی که قلم آورده که اینا رو بنویسه، مثلا اینه که مینویسن پلونی اوفلونی که اینو کافر به الهه اسرائیل، یعنی مثل اینه که علنا دارن کف میورزن به قادر اسرائیل همشون. بدترین گناهی که آدم بیاد نزول از یه فرد اسرائیل دیگه
نزول بگیره. با این بدترین گناهی که تخییت همتیم هم نداره. کسی که نزول بده و نزول بگیره این تخییت همتیم نداره. تو زنده شدن مردگان زنده نخواهد شد. خب حالا به چی میگن نزول؟ ببینید یه پولی که شما بدید به یکی قرض. خب بعد وقتی این پولا میخواد به شما برگردونه بیاد یه چیزی اضافه تر اون پول به شما بده. هر چیزی. مثلا یه سکه طلا بذاره و بده. یا هر چیزی مثلا حتی ما ریبیت دواری هم داریم. اگه بیش از حد بیاد بهتون تشکر کنه. مثلا یه پولی به یکی قرض دادید. آقا شرمنده مون کردید. آقا ببخشید. آقا مهیدا. آقا دیگه پرورقا باشید. آقا هی اینا رو بگه بیش از حد بیاد تشکر کنه اینم ریبیته. ببینید تا چه حد. پس این به این میگن ریبیت دواری. یا مثلا شما به یکی پول قرض دادید. همیشه تا شما رو میدید روش اصلا ور میکرد و میرفت. ولی از این به بعد دیگه هر موقع میبینیدتون اول شالون باتون میکنه و جلوتون بلند میشه. اینم ریبیته. یا مثلا مهمونتون میکنه یه جا به خاطر اینکه آقا پول بهش قرض دادید میرید مثلا رستوران میایید پول رستوران شما رو حساب میکنه. اینم ریبیته. خیلی باید دقت داشت که این موارد ریبیت حساب میشه و سخت‌ترین گناهیه که یه اسرائیل میتونه انجام بده. خیلی گناه سنگینیه. خب بریم ادامه رو با تای. یه مورد دیگه هم خواستم بگم در مورد ریبیت. چی بود؟ بفرمایید حاکم یوسف. ببخشید اگه مثلا ما وارد کنسا میشیم اون میاد جرم بلند میشه این هم جزء ریبیت حساب میشه. اگه قبلا هم پا میشده الان هم پا میشه نه. ولی اگه قبلا پا نمیشده الان پا میشه بله. این هم ریبیته. خب بعد در این ماه حساب میشه یه برای طرف که برد جلوی پا میشه. خب اینا دیگه این ایسور تورای سنگین نداره. دیگه یکم سبکتره بهش بگید بلند نشه. نه برای شما حساب نمیشه چون شما کاری نبودید این مورد. اوکی. بله. اگه اصلا روز میاد مثلا یه شما یه احسان بهش کردی مثلا یه پول بهش دادی اونم برگردونده. حالا مثلا خیلی خوشحال از دستمون که ما یه احسانی بهش کردیم اون به دلیل که ما احسان بهش کردیم میاد بلند میشه. بازم اگه پول بوده مزد اصطلاحا میگن چی بود ناتر آگره. یعنی به خاطر همون پولی که شما بهش دادید میاد این کارا میکنه با وجود اینکه احسان بوده این نزوله. بحثی روش نیست. ببینید خیلی این خیلی البته سخته ها. شما از یکی پول قرض میگیرید خب بعد پول را بهش برمیگردونید. حتی بعضی پستی میگن تو داربا هم نباید بهش بگید. حالا ما توضیح دادیم بیش از حد ولی واقعا بعضی پستی میگن که حتی بشن بگید آقا ممنون پر براخا باشید همین یه صحبت اضافه تر اینم نزوله. بهترین آهن اینه که البته میدونم سخته شاید برای بعضی هم بعدشون بیاد. بهترین آهن اینه که بگید آقا تیزکه نمیسفت. خب تیزکه نمیسفت همین. یه تداربا و اینا رو هم بهتره نگید توی این حالت ها. چون خیلی پسکه میگن همین تداربا و تشکر کردنه این باعث همون نزول میشه. تیزکه نمیسفت بردارد بگید و طرف هم مطمئنن که میدونه که شما درد شناسید ولی طبقه حلاخاست که دارید بهش میگه تیزکه نمیسفت. اوکی؟ بله. خب بریم ادامه. خب برای ما حساب میشه برای اوشون منظور این بود که مثلا بابامون بهشون پول داده که بعد جلوی ما که فرزندشیم بلند میشه. آها خب اینم بازم نزوله. اینم بازم درست نیست. اینم چون مشخصه که برای پول داره احترام میذاره به خانواده همونشه. اینم درست نیست. آقا میاسه درست زنده باید. خب بریم ادامه. همقیم. خب صحیفه یود فصل 240 صحیفه یود. همقیم میسفت کی بود آبایم. کسی که میسفت کی بود آبایم رو انجام میده براخا برش نمیگه. چند تا دلیل داره. چرا ما رو میسفت کی بود آبایم براخا نمیگیم؟ مثلا آقا بابا میگه که برو آب بیار برا من. وقتی ما میخوایم بریم آب برا بابا بیاریم براخا بگیم اشرقی دشانو به مثل تاویتران و مثلا لخبت آوی. خبت آوی. چرا این براخای را نگیم؟ چند تا دلیل داره. شلو تیقنو اولین دلیلش اینه که تقانه ندادن براخا برمیسوایی که شهست سخن و خیر اوتام.
که اون میسوا عقلانیه. ببینید هر میسوایی که عقلانی هم هست براخا براش تقانا ندادن. میسوایی کی بود آبایی هم عقلانیه پس براخا نداره. دومین دلیل شهن بیخلن میسوا شمن آدم لخمه ها، میسواهایی که بین انسان و انسان باشه براخا نداره. نمی اصفی کلی میسوایی که بین انسان و انسانه براخا نداره، مثل صداقا. دلیل سوم به خاطر اینکه امکان داره که این میسوای انجام نشه. یعنی ممکنه مثلا شما میخواید برید آب بیارید برام باباتون، خب براخا بگید تا دارید آب برام میارید ها مثلا این میسوای انجام نشه، باباتون مثلا بره از خونه بیرون، مثلا آب را دارید میارید ها آب ریخته بشه، تو ممکنه وقتی براخا بگید اون میسوای انجام نشه پس براخا تقانا نداده. این دلیل سوم. دلیل چهارم اینه که پدری که مخیلا بکنه احترامش، احترامش مخیلا میشه. پس وقتی احترام مخیلا شده مثلا اینه که براخا شناسری خواست. ممکنه بابای بگه آقا من مخیلاش میکنم، این مخیلاست براش کابود من. من وقتی بابای مخیلا بکنه کابودشا براخا شناسری خواست. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم خخامیم براخا تقانا ندادن برای چیزایی که همیشگیه و هیچ موقع قطع نمیشه. ببینید خیلی مثال هست که همیشگیه. خب از اول عمرش آدم تا آخر عمرش موظفه. بدون هیچ قطعی، بدون اینکه مثلا یه زمانی باشه که موظف نباشه. همه زمانها آدم موظفه. پس میسواهایی که همه زمانها آدم موظفه اون میسوا رو انجام بده، خب اون میسواها براخا نداره. پس به خاطر همین روی میسوایی که بود آبائم براخا گفته نمیشه. متوجه شدید ابوتای؟ خب یه چیز جالبم بخونیم، اینم جالبه. تو گروه پاراگرامی دیدید یکی از عزیزان سوال پرسیده بودن که چرا براخا رو گت نمیگن؟ دیدید تو گروه پاراگرامی تو تلگرام سوال این بود که چرا براخا نمیگن برگت؟ وقتی طلاق میدن چرا براخا گفته نمیشه؟ خب یه تشوهای حرفه‌ای پاراگرامی دادن. خوندید از همه ریشونی مؤخرانی مشانا یه جوابیه دادن که اینم اگه موافق باشید بخونیم که چرا روی طلاق دادن براخا نمیگن. ما رو کتوبا براخا میگیم. وقتی کتوبا میخوام بدن و عروسی، رو عروسی براخا میگیم دیگه، که همون رو کتوبا هم قرار میگیره. چرا حالا رو طلاق براخا نمیگیم؟ مگر اینکه طلاق هم یه نسوای توراست؟ بفرمایید هاخام. بفرمایید امیل ربینو. این یه بار مورد آخر رو میگید برای اون احترام پدر مادر که چرا براخا نمیگن؟ مورد آخر متوجه نشدم. چون هیچ موقع قطع نمیشه. از اول عمر تا آخر عمر هر لحظه آدم به این میسوا موظفه. میسوایی که هر لحظه آدم موظفه براخا براش تقانه ندادن. درست؟ اوکی بر. بله بفرمایید هاخام رخسارپور. سلام مخیرا کنی. مورد اول هم زحمت میکشین مجدد بگین. بله بله یه 6 مورد بود دیگه درسته. مورد اول به خاطر اینکه تقانا ندادن بر براخاهایی که عقلانیه، بر میسواهایی که عقلانیه، میسواهایی که با عقل جور در میاد دادن باید انجام بده، براخا براش تقانا ندادن. دوم به خاطر میسواهایی که بین آدم و دوستشه که اونم براخا نداره. سوم براخاهایی که به خاطر اینه که این میسواه رو ممکنه یهو نتونه انجام بده. چهارمین دلیل به خاطر اینکه پدر که مخیلا میکنه کابودشا، کابودش مخیلا میشه. و پنجمین دلیل به خاطر اینکه میسوایی که همیشگیه و هیچ موقع قطع نمیشه. 5 مورد. البته دلایل دیگه هم داره. حالا اینجا دیگه نیوردن خاطر وقت یاد. اوکی؟ مورد اینکه این میسوا همیشگیه، خب وقتی که پدر مادر این نفر از اولا میرن دیگه نمیتونه احترام بذاره. خب دیگه پس براخا نمیگه. خب ببینید ما گفتیم حتی در فوت پدر و مادرم موظف بازم احترامشون رو بذاره. حتی پدر و مادر که فوت شدن بعد 120 سال موظفه که حتی بیاد و بر اونها احترام بذاره. از چه در ایام حیاتشون چه در فوت شدنشون موظفه که احترام بذاره. اوکی؟ در فوت شدنشون چطوری احترامشون بذاره؟ وقتی میخواد اسمشون رو ذکر بکنه با احترام بگه، یا یاد به خیریشون رو که میکنه احترام بذاره. وقتی اسمشون رو میگه سر قبورا که میره مثلا با احترام صحبت کنه باشون. اوکی؟
خب اینم بخونیم ابو سعید، خیلی جالب این تشوهایی که حالا گرامی فرمودن تو گروهشون که چرا براخا نمیگن رو طلاق. ببینید مشالات از همه نظر حرفه‌ای، همه ریشونی و آخرونی ما همه را مشالا خوندن، بعد یه سوال که ازشون بپرسید همه نظریات مشالا نوشتن. خب اول طبق نظر هارشباس فرستادم خدمتتون، هارشبا در شروط سیمان یوتخت سوال پرسید که چرا براخا نمیگن بر ال همیسبوت کولام بر همه میسواها، و جواب داده ده این ها اینیان تالوی که این موضوع وابسته نیست به یه دلیل، بلکه هر میسوایی که شئن با معسه عمل نداشته باشه براخا روش نمیگن. پس دلیل اول که چرا رو گت دادن طلاق دادن براخا نمیگن، چون میسوایی که وابسته به عمل نیست. این مورد اول. دومین دلیل به خاطر اینکه میسوایی که شئن ها تنویا کولاه بیاد بیاد هاوسه، میسوایی که همش وابسته به کسی که داره انجام میده نیست. در ببینید کسی که طلاق میده هم طلاق دهنده داره این کار رو انجام میده، هم کسی که طلاق میگیره. پس دو نفر دارن این میسوا رو انجام میدن، این دستور رو انجام میدن. در نتیجه میسوایی که دو نفری انجام بدن براخا نداره. این هم یه دلیل دیگه. و میسوایی و دستوری که شعیقاراه اناه میسوا، اصلش ممکنه میسوا نباشه. خب میدونید که خود گت دادن طلاق دادن یه دستور توراست. ما میگیم میسوا یعنی دستور تورا، میسوای امر توراست، ولی نه اینکه آدم دنبالش بره که حتما این میسوا رو انجام بده. نه خصوصا خب با وجود این که میسوا است، ولی بعضی موقع ممکنه که طلاق به خاطر یه عورایی باشه و چون به خاطر عوراست براقا نمیگن. دلیل دیگه به خاطر اینکه ممکنه این طلاقی که داده مرده با لما صباح دار عبت اون گارشه، یعنی زمانی مرد میتونه زنش را طلاق بده که یه عبت دوار توش پیدا کنه، یه گناهی توش پیدا بکنه که بخواد ازش جدا بشه، و ممکنه که اون عبت دواره نبوده و میخواد ازش جدا بشه. پس به خاطر این برقا نمیگه. دلیل دیگه بله هم دوانه که شمشن مبارخین، همونطور که براخا نمیگن بر مرگ بتدین، به خاطر اینکه خداوند رحم کرده بر مخلوقاتش و نمیخواد که مخلوقاتش حتی رشاییم کشته بشن، با همینطور ما میگیم کسی که طلاق میگیره از زن اولش حتی قربانگاه هم براش گریه میکنه. با پس وقتی که داره قربانگاه گریه میکنه، وقتی یکی داره زن اولش را طلاق میده، پس براخا نمیگن. مثل دقیقا مکت، مثل میتات بدینه که بدین که میومدن یکی هم مثلا شبات حلول میکرده تو ملعه آم که محکوم مرگ بوده سقیلاش میکردن، براخانه میگفتن، چون هشم حتی برای موجوداتش هم رحم قائله. پس اینجا وقتی طلاق میدن که حتی قربانگاه هم داره گریه میکنه، پس براخا برای این تقانا ندادن. خیلی قشنگ بود این تشوهایی که حالا فرموده بودن، فوق العاده حرفه‌ای و عالی بود. خب سوالی نیست ابو سعید؟ وقتی تخیل ببخشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. من چند تا سوال اینجا برام پیش اومده، که اینکه میگه میسوایی که با عمل نیست، من اینو خوندم یه سوالات تو ذهنم پیش اومده. این میسوایی که با عمل نیست، مرد باید گتر رو بگیره ببره بده دست زنه. پس اینی عملی. آها این عمله، بگیم این عمله. خب خب میتونه نه، میتونه گتا بگه به یکی بنویسه همینطور بذاره، خب زنه بیاد در داره یا بذاره بلنه داره. آه راست میگید. اوکی. آه این ایراد میشه به این نظریه گرفت. بله من هم همین توی ذهنم اومد. بله بعد ایراد دیگه هم که از الان میگه میسایی که وابسته است به دو نفر برای خارش نمیگن، خب کتوبا هم وابسته است به دو نفر ولی هفته برای خارش میگن. آه این هم ایراده قشنگی رو فلک ها رو. خب درسته که این ایراده هست، ولی خب نظریات دیگر هم در نظر میگیریم و میگیریم برای فنگه کلک ها. یه چیز دیگه هم پیش حالا اگه شما بیشتر با آراف در ارتباط دینا رو ازشون میپرسید، یه چیز دیگه ما وقتی که یکی از نزدیکترین افراد از علاو رفته دور از هم یکی باروخ دیان آمد میگیم با اینکه قمه، ولی میگه چون که قم داره این میسوای قبر با ناراحتی میزبرخم گیر میکنه و روش براخا نمیگیم. خب ما چطور اونجا براخا میگیم اینجا براخا نمیگیم؟ آها وقتی یکی از دنیا رفته، خب شاید بگیم اون
تعالی تکامل نشماست وقتی که فوت میشه. اون ناراحتی برای فردی که از عالم رفته، اینم بالاخره کسی که یه نفرش از عالم رفته خیلی بیشتر ناراحت از یه نفری که حالا گت داده. ممکنه هم که گت داده ناراحت بشه، ولی ناراحتی برای خود فرد که هست. آه خزا مارو اوکی میتونیم اینو هم بگیم. بله بحث ناراحتی که میگی لزومن اینجوری نیست، خیلی ها گت میدن خوشحال، من دیدم گت دادن بعد شیمی پخش کرد. یعنی ناراحتی نیست. بله بله خب تموم اینا ممکنه کامل نباشه، همه این نظریات به قول شما که این ایرادا رو گرفتید، همینطور چیزایی که فرمودید، خب ما اینا رو همه رو با هم سرجمع میکنیم و میگیم براخوا نگه. بله ممکنه رو هر کدوم اینا یه ایرادی باشه به قول شما، یه سنیفی باشه، ولی با این وجود دیگه همه رو که با هم دیگه در نظر بگیریم نباید براخوا بگیریم. خیلی عالی بود برکابات، ممنون که همه فرمودید پیشنهاداتون رو، عالی بود برکابات. من ابامی برام پیش اومد بود من جوابم بدید، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. من زنده باشید. من بازم میبینم اینا در مورد این ایرادی ها که گرفتید پشوایی داره یا نه، میگم خدمتتون. خب ببینید واقعا هر صحبت ایراد روش میشه گرفت. خود که مارا ما میبینیم خیلی جاها مثلا نظریات تنهایی ما میاره، خب بعد میگه خب اینا همهشو میشه بهش ایراد گرفت، خب به غیر از مثلا فلان دلیلی که هیچ ایرادی نمیشه بهش گرفت. خب هر کدوم از این نظریات که خوندیم که منابعش ریشانیمه، خب میتونه یه ایراد داشته باشه، ولی لمعسه ما جوری میبینیم که خب ممکنه دلایل دیگه هم هست که اون ایرادا دیگه بهش وارد نیست. حالا اگه با کسی مشورتی کردی چیزی گفتید به منم زحمت بده. بله حتما به عزت باشه. بفرمایید حافظم رخصت بود. خیلی اینی که آقای برخوردار میگن در اتفاق که گفتم بود که تو با هفته برخوا میگیم من هفته برخوا اصلا فرقی با میشه، یعنی شعور برای خود جزء سیدر قیدوشینه، کاری به که تو با نداره. خب ازدواج دیگه، خب چرا مصباحی که وابسته باشه به دو نفر ما تو این شوته خوندیم، مصباحی که وابسته باشه به دو نفر روش برخوا نمیگه. خود ایروسین حتی نگید که تو با، بگید ایروسین. خودش مصباحی که وابسته است به دو نفر، ولی بازم روش برخوا. بله دقیقا. اوکی بفرمایید آقای رخصت. حالا مورد اولش که فرمودید عمل نداره، منظورش عمل رایج نیست؟ عمل رایج مثلا بستن تفیلین که ما تفیلین هم میبندیم. اولای بله یعنی بله میتونیم بگیم بله. ببینید همه اینا درست، میتونیم یه دلیلی براش پیدا بکنیم یا همه این نظریات خب واضحاً یه ایرادی داره، خب ولی خب ما لمعسه را در نظر میگیم. گفتم خدمتتون حتی تو گمارا هم خیلی نظریات که گفته شده علنا همونجا میگه که آقا این ایرادا میشه، این صحبت ها میشه این ایرادا بهش گرفت، ولی بالاخره خب یه موردی هست اینا رو ما به عنوان سنیف میگیم که 10% 10% 10% جمع بشه که بشه 100% که براخا نگیم. درست شد؟ خزاق با زنده باشید. شهر مرخم، حسن خان عباس، شهر مرخم، شهر مرخم.